بسم الله الرحمن الرحیم یا کنبد و یا کنستین ما هم سلامی فرستم بر مجاهدین آزادگان و آزاد پیشه بالخصوص با اشرفان و اشرف پیشگان که واقعا مقامت از آن خود کردن و به این مقامت خود حتی به جهان درز دادن ما هم یکی از مبارزین هستم که تا بال 11 پیره از طرف رژیم ایران آمده ترور شدیم اما عاملینشان همی فعلاً هم امنیت دولتی افغانستان دستگیر و گرفتار هستند به مو خاطر خواستیم که اگر یک ذره چهره رژیم آخوندی را برای شما ما افشا بسازم ما رژیم آخوندی ایران از اهل تشیع مردم ایران از اهل تشیع افغانستان جهان و از اهل سنت جدا می سازیم ما که رژیم آخوندی میگیم خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و همساله هم در بین اسلام جای ندارن ما شخصا خود خمینی را پیش از یک شیطان بالا نمیشناسم ما پیش از 15 سال است که در مقابل رژیم ایران مبارزه دارم اما مبارزه ما به خاطر از این بود که باید رژیم ایران در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه اما مدت یک سال شده که موقف حزب مشارکت ملی افغانستان بر رهبری خود ما آنچنینی است که باید رژیم سرنگون شود آنچنانی که خانم رجوی در صحبتهای خود از اسلام یاد کردن به نظر ما هم اسلام واقعی مجاهدین خلق و دیگر مردم خود ایران است نه رژیم آخوندی ایران دوستای عزیز در ایران اصلاح طلب بنیادگرا نداره خاتمی و کروبی و موسوی و خامنه ای و سپای پازداران و اطلاعات کلش یکیست فقط از آن مردم جهان یا فریب میتن یگانه کسی که میتونه رژیم سقوط بتاج فقط مجاهدین خلق از دیگه چرا امریکایی ها اروپایی ها بیدار نیستن که امروز نیم بدنشان ایران جدا کده هنوز هم در فکر از این نیستن که علیه ایران یک آمادگی بگرند برادران ما حاجی نجیب کابولی به نمایندگی از مردم افغانستان همراه یک تعداد از های پارلمان که آمدیم ما برای شما صرف اینجا سخنرانی نمی کنیم ما گام های عملی را برداشتیم و فقط آمدیم که پیام خود بتیم که ما مردم افغانستان در کنار شما استاده هستیم و مبارزه مشترک میکنیم که تا این رژیم سرنگون شود ما افغانا و جهان همه شهر از این خلاص شویم و مردم ایران هم بتانند کاسوده زندگی کنند و من الله توفیق